احترام به کرامت انسانی ایجاب می کند که کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با بزرگان انگاشته شود. در ماده 6 پیمان نامه حقوق کودک آمده است. کشورهای عضو حق ذاتی تمام کودکان را برای زندگی آنها به رسمیت می شناسد. افغانستان نیز عضو این پیمان نامه می باشد. اما جنگ های پی هم و تحولات اخیر بالای تمام کودکان تأثیر گذاشته است. نقض حقوق کودک، خشونت علیه کودکان، کارهای شاقه و ازدواج های اجباری مسئله است که بارها کودکان از آن زیانمند شدند. با تحولات اخیر میزان کودکان کارگر بیشتر شده و نگرانی ها نسبت به آینده آنها را افزایش داده است. زینب یک تن از دختران کارگر است که در این شرایط و هوای سرد کار میکند. اونها یه بانن که کراچه را بانن کار بار کنه و نما چیز که با اشتکای خود کدام لقمانان پیدا کنه. به گفته یک تن از دختران کارگر، امارت اسلامی مانع کاران ها می شود و بارها توسط افراد امارت اسلامی جمع‌آوری شدند و به آنها وعده داده شده که به آنها پول نقد کمک خواهد شد، اما از این کمک ها خبری نیست. طالبا میبره با امیتر میکنه، اعلام میکنه کمک کنه که ما خوش هستیم که بیرون نمیبرایم، بیرون کار کردن خوب نیست، سیاسر هستیم. در سال روان مردم افغانستان بیشتر از گذشته به کمک های بشر دوستانه ضرورت دارند، اما این خانم از توزیع ناعادلانه کمک ها شکایت دارد. چیزی ندادم شیره که میداد که ما دازه چی میکردیم؟ برای ما کمک برسه، ما چیزی نداریم، مجبور هستیم. کودکان امید و آینده یک کشور است که باید بالای آنها سرمایه گذاری شود، اما کودکان افغانستان در وضعیت نامساعد به سر میبرند و نماینده آینده نامعلوم این کشور است.